به نام خداوند بخشنده مهربان. صلح نمودن با نفس، جامعه، محیط و کائنات. ستش مخصوص ذات خدایی است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. والله جل جلاله شما را به سرای سلامت بهشت را فرا میخواند و هر کس را بخواهد به راه راست هدایت میکند. و گواهی میدهم بر این که نیست معبودی برحق جز الله یکتا و بهمتا. و گواهی میدهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او باد. اما بعد، دین مقدس ما دین صلح و آرامش است و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیام آور صلح است. سلام دادن در دنیا به معنای صلح است و بهشت جایگاه آرامش و صلح است و سلام بهشتیان در بهشت با صلح است و سلام فرشتگان بر آنان صلح است، چنانچه که الله سبحانه و تعالی می فرماید: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي كسانك إيمان آوردئيد همگي با إسلام و إطاعت الله جل جلاله درائيد و از راها و غمها شيطان پيروي نكونيد، با راستيك او دشمن اشكار شما هست. و در آیات دیگری می فرماید: لهم دار السلام عند ربهم، برای آنان نزد پروردگارشان سرای سلامت و امنیت است. و باز می فرماید: و تحیتهم فیها سلام، و درودشان در آنجا سلام است. و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. و فرشتگان از هر دری بر آنان در می آیند و به آنان می گویند: سلام بر شما، به پاداش آنچه بر ایمانتان شکیبایی کرده اید، پس چه نیکوی از فرجام آن سرایی. و به خاطر جایگاه والایی که صلح و سلام دارد، در پروردگار من خود را یک نامشان السلام نامیده است، چنانچه که می فرماید: هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام. او الله است که معبود به حق جز او نیست، او از فرمان روا منزه بیعیب و نقص. و از جمله دعاهای نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعد از هر نماز این بود: اللهم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذوالجلال والاکرام. مسلمان واقعی کسی است که با همه دوستانه سهلگیر و راحت، مهربان و صمیمی با خود و با خانواده خویشاوندان و همسایگان و دوستان و جامعه خود برخورد می کند، با همه مردم سخاوت و کریم باشد، نیکی را برای همه مردم دوست دارد و آنها را در آن سهیم می کند و در هر آن چیزی مردم را شریک می سازد که با شفقت و همبستگی جامعه کمک می کند. چنانچه که پیامبر گرامی ایمان می فرماید: مومن آن است که صاحب الفت و مهربانی باشد و او کسی است که با مهربانی رفتار می کند و هیچ خیری در آن نیست که با نیکی و مهربانی رفتار نکند. و بهترین مردم کسی است که خیرش به مردم برسد. و در حدیث دیگری می فرماید: مومن شمرده نمی شود تا زمانی که چیزی را به خود می پسندد به برادر مسلمانش نیز بپسندد. و بار دیگری می فرماید: مسلمان واقعی کسی است که مردم از زبان و دست او در امان باشند. مسلمان واقعی نه فریب می کند و نه هم خیانت، نه از کسی سوء استفاده و نه هم احتکار، و ویرانی براه نمی اندازد و خرابی به وجود نمی آورد و همچنان و مردم را با چال و فریب و بهتان و به ظلم و به زور وادار نمی کند و از شکست نفسی پا بر نمی دارد. میهن خود را دوست دارد و برای حفاظت از امن و برقراری و صلح در آن از جان و دل کوشش می نماید.
مؤمن همان طور که با محیطی که در آن با صلح آرامی زندگی می کند آگاه است که حفظ محیط زیست یک مسئولیت دینی، انسانی و ملی است و هر چیزی که به نفع زندگی مردم و مصالح کشور باشد یکی از مقاصد مهم ادیان است و هر چیزی که برای زندگی مردم و مصالح کشور مضر باشد انجام دادن آن مفسد است و جلوگیری از آن واجب است. و همچنان پیامبر گرامی من محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برای نگهداشت صلح در جامعه و محیط برای ما تاکید نموده است، چنانچه که گفته است برداشتن اشیای مضر از راه مردم یکی از شاخه های ایمان است. و همچنان آن حضرت صلی الله علیه وسلم می فرماید ایمان 70 یا 60 شاخه دارد که بهترین و افضلترین آنها عبارت از گفتن لا اله الا الله و کوچکترین و پایینترین شاخه آن برداشتن چیز مضر از راه مردم است، چنانچه که پیامبر ما از آلوده کردن محیط زیست و همچنان به طور خاص نهی نموده است، چنانچه که می فرماید از لعنت شدگان بپرهیز. گفتن چه کسانی هستند یا رسول الله؟ گفتن کسانی هستند که از خود در تاریکی ناپاکی در راه مردم می گذارند. و بار دیگر می فرماید از سی لعنت شده بپرهیزید، فضولات موجود در منابع و کنار جاده و در سایه. این امر به این دلیل است که آبهای آلوده منبع آسیب و انتقال بیماری های مهلک نباشند. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است. گواهی میدهم که نیست معبودی برحق جز الله یکتا و بهمتا و گواهی میدهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. در این جای شک نیست که مفهوم صلح شامل تمام کائنات می شود، پس مسلمان به هیچ حیوان ضرر نمی رساند و نبات را نمی سوزاند و درخت و ثمر آن را تلف نمی کند، بلکه او آبادانی را انجام می دهد، خیر را می پسندد و ساختار می خواهد، نه از بین بردن. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم برای این آرامش و صلح کیهانی همیشه دعا می کرد. واقعا که آن حضرت صلی الله علیه و سلم رحمت جهانیان است، چنانچه که الله تعالی می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و ای محمد تو را جز رحمت برای جهانیان نفرستادیم. ایجاب میکند که ما خیر و صلح همه بشریت را داشته باشیم و همه ما برای حفظ محیط زیست و صلح کیهانی با گونه تلاش کنیم که آسیب را از همه دور کنیم. و بعد در که این که تجاوز به محیط زیست تخلفی است که تاثیر گسترده دارد که در مرزهای مرتکبان یا کشورهای آنها یا قلمرو آنها متوقف نمی شود، بلکه فراتر از آنها به دامنه وسیع‌تر می رود که ممکن است تمام کره زمین و تمام بشریت را تحت تاثیر خود قرار دهد. و تاکید میکنیم که حفظ محیط زیست یکی از خواسته شرعی و ملی و بشر دوستانه است. پس چیزی باعث که انسان با خود، خانواده، خویشاوندان، همسایگان، دوستان و رفیقهای خود و جامعه و محیط زیست و بالاخره تمام کائنات با صلح و آرامش زندگی کند. یا رب مصر و همه کشورهای جهان را در پناه خود داشته باش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.